برای بررسی بیشتر همین اخبار همکارم اشکان صفایی با ما همراه. امروز قرار اتفاقات مهمی بیفته، جزئیاتش رو از شما بشنویم. خب همونطوری که میدونیم در واقع حزب لیکود به همراه اون 4 حزب اولترا ارتودکس مذهبی و راستگرا و راستگرای افراطی البته تونستن 64 کرسی کنست رو در انتخابات 2 هفته پیش به دست بیارن. هر حزبی برای اینکه در واقع هر فردی برای اینکه بتونه دولت رو تشکیل بده باید حمایت 61 نفر از نمایندگان رو داشته باشه. خب نتانیاهو الان حمایت 64 نفر رو داره و این در اصول باید کار رو برای او راحت بکنه که هم بتونه یک دولت رو به سرعت تشکیل بده و هم بتونه در واقع دولت با ثباتی تشکیل بده. اما نتانیاهو قصد داشت همین روز چهارشنبه در واقع دولت خودش رو معرفی کنه، در واقع روز سه‌شنبه دوره جدید کنست آغاز میشه، او قصد داشت همین چهارشنبه دولت رو معرفی بکنه، اما با مشکلاتی هم روبرو هست، از جمله در زمینه تقسیم پست‌های وزارت بین احزاب مختلف. ما الان میدونیم که مثلا حزب راستگرای افراطی اقتدار یهودی و حزب در واقع حزب همپیمان او، این دو حزب خواهان وزارتخانه های امنیت داخلی و وزارت دفاع هستند. در مورد وزارت دفاع به نظر میاد که نتانیاهو به هیچ وجه قصد نداره این وزارتخونه رو به کسی بده که حتی به خدمت سربازی ارتش رو در اسرائیل نرفته و قصد داره که این وزارتخونه رو در دست حزب لیکود نگه داره. در زمینه در واقع وزارت امنیت داخلی هم همینطور هست و همین باعث شده که گفته بشه که احتمالاً تشکیل دولت تا هفته آینده به تعویق خواهد افتاد.